بعدش میخوایم در مورد همین مسئله که اخیراً پیش اومده که بعد از سالها زدن بیچاره سلمان رشدی، میخواستن سرشو ببرن، صحبت کنیم و بحث خیلی مهم. اونهایی که با کتابهای من آشنایی ندارن، من ابتدا با آگاهیتون برسونم که کتاب جنجالی من که از سال 1980 حضورتون پیشکش شد، برام چیزی رو آورد تازه توی تفکر جهانی، چون به زبانهای مختلف من کارامو منتشر کردم. یکی بود که از میترا تا محمد، یکی دیگه قرآن سروده به سبک پارسی، و یکی دینداری و خردگرایی، آیین اوستا و خدا رو در خواب دیدم زارزار گریه میکرد. این پنج تا. ولی خب یکی یکی به ترتیب که میومد، میخوام اینو بهتون بگم. مثلا من در از میترا تا محمد که منتشر شد، این سال 1981 هم نوشته بودم که بعدا منتشرش کردم، 2-3. اونجا ما از میترا تا محمد برای نخستین بار به جامعه جهانی ایرانی میترا رو شناسوندیم، عکسش بزرگ روی جلد. زیر عکس میترا لای اسلام که همیشه سیخکیه، حسین ارشاد درستش کرده بود، جیس سیخکی واسه بود لا. این لا عمر، عثمان، علی است، ابوبکر، عمر، عثمان، علی است. زمان شاه، پادشاه عزیزم، میگفتن که علی شریعتی سنیه، حسین ارشاد سنیه، ای آر نه اون نیست، هست، نه دعوا بود، این چیه. ولی بعدن که من سفر کردم به جهان و در جهان دیدم، دیدم اصلا ارشادی که وزارت خونه میذاره، که بعد من اسم روزنامه خود من ارشاد الان دیدم، این ارشاد اصلا وزارت اوقاف و همین تبلیغ اسلامی عربستان سعودیه که جمهوری اسلامی اسمش رو گذاشت ارشاد، اسم وزارت خونه شو عوض کرد گذاشت ارشاد. و بعد این لا سرپا که هست، این لای سرپا، این لا آرم عربستان سعودی و آرم اسلام تسنن و وهابیت هست که اینا اونجا گذاشته بودن که پول حسین ارشاد اونا داده بودن، ساخته بودن، و حتی کافی، حسینی کافی. من این لا رو همونطور که میبینید خوابوندم، انداختم ایش زمین سالهای 1980 و این رو منتشر کرد. در کتاب قرآن سوره، در اینجا میباید چون ببینید چقدر ریشه های ترور رو مطرح میکنید، مطالب خیلی مطالب، اونایی که نخوندن برن بخورن. بعد همه این کتابی که الان گفتم بهتون تو دو تا کتاب هست، دو تا کتابی که من با خدا رقصیدم، یکی آیین اوستا. تو این کتاب، دو تا کتاب، شما این 7-8 تا از کتاب ما رو دارید، چاپای آخرش البته چون چاپای متفاوت شد. حالا ما در کتاب از میترا تا محمد انواع اسلام چجوری اومد، اولش مهربونه، بعدش آدم میکشه، بعدش راهزنی میکنه، بعدش چه میشه، این همه رو ما گفتیم. سپاه درست کرده، محمد دم مرز گذاشته که میخواد حمله کنه به ایران، بعد ایرانی ها میفهمن، همه رو ما نوشتیم. از جمله هم مطرح کردیم که ریشه ترور چیه، ترور از کجا میاد. آخه خیلی همین الان هم که سلمان رشدی رو دوباره زدن و تفلیر زخمیش کردن اینا، باش خیلی آمده میگن آقا ما این اسلام رو کافریم بشه، اسلام تروریست رو نمیخوام، اسلام اصلی میخوام. خب آقا میخوام امروز دوباره بعد از 42 سال دوباره به شما بگم که همون اسلام اصلیست که دستور کارار میده. اصلا جناب آقای محمد پیامبر اسلام، اما اول اسلامی که وقتی که دیگه مستقل میشه، حکومت چه داره تشکیل داده و میده توی مدینه که اسمش سابق بوده یثرب، اصلا ترور از اونجا شروع میشه، آدم کشی. یک خانومی مثلا، دو تا نمونه بدون، یک خانومی به نام اسما، یهودیست، خیلی خوشگله، خیلی خوشتیپه، چه بسا قبلا محمد عزیزی هم رفته خواستگاری کرده بهش ندادن، چون خیلی هایی که خواستگاری کرده بود ندادن، در همین کتاب نوشتیم، این از قول علمای بزرگ تاریخ اسلام، ما باز خود اون چیز در نهی بردیم، از قول اونا نوشتیم، مثلا طبری، ابن هشام، اینا همه سرداش اونجا بردیم. ایشون اسما خب یک همیشه یک خورده حساب خصوصی هم از، یعنی محمد با اسم یک خورده حساب داشته که رفته خواستگاری، مثل خیلی هر که میره خواستگاری بهش نمیدن، تو غزوات اینا رو صاحب میشه، تا ایشون میکنه تو مدینه راهزنی میکنه، اولین جنگ هاش هست که حمله هاش هست، بعد رو احد و اینا که به کاروان قریش حمله میکنه، یه اسم میشینه شعر میگه، شاعره، یهودیه،
زرنگ ادبیات بلده، شعر میگه. وقتی شعر میگه شعراش خیلی آتشیه. بعضی وقتا دیدین شعرها مثل آقای هالو، یک شعرهایی میگه طرف میزوزه، مثل این هادی خورزندی شعر، یا مثلا قبلا عبید زاکانی شعرهای تنزینا، بعضی وقتا طرف میسوزونه. تو تاریخ نمیشتن، یعنی سوزوندن هم تو تاریخ که میگفتن شعرهای اصلا میسوزونده مسلمان ها رو. خوزا محمد، محمد میگه بابا هیچکی نیست برش کلبه شهر ما برداری بیاره. به جونش رو شوخی نمی کنم بله. میگه که زیدن به کلش بره. خب مثل همیالان، مثل قدیم، یا گدهی که مسلمون شده بودن به تیم محمد پیوسته بودن، اینا فامیلاشون تو مکه بود. یک فردی بینم ابو افوک، ببخشید، ابو افوک اسمش، اصلا فامیل اسماست. به محمد پیوسته، میگه ما میریم شبانه میرن اونجا و سری خانومه میبرن برای محمد میرن. ترور دیگه چیه بس؟ سلمان رشدیه یک چیزی گفته، حرف زده گفتم. یک دیگه داره منشیشه، منشیش میاد میگه که به زنش میگه من حرفای محمد تصحیح میکنم. میگه آره، من وقتی او یک چیز میگه من جور دیگه میسم. میگه آقا من اینجوری نوشتم. خوبه؟ میگه آره برو. میگه پس تو خیلی خریه. میگه چطور من خرم؟ میگه مرد حسابی که میگه این حرفای خداست، که اگه حرف خداست که نباید تو آدم بی سواد که فقط سواد نوشتن داری سر میگردی که بتونی تصحیحش کنی. یارو یه ها دوزاریش جا میفته، مثل خیلی از شما که الان دوزاریتون رو خیلی چیزا جا میفته، میفهمین تو تاریخ هم افتاده دوزاری ها خوب جا نمیفته. بعد میگه راست میگه. پا میشه پیش آمد اعتراض کنم، میگه مرد سه میدونم میگه حرف خدا نیست. تو میگی میگه چرا؟ میگه خب چه وقت من تصحیح میکنم میخوای من جرم مرتکب بشم، خدا من رو ببره تو جهنم، چرا حرف خدا رو من تصحیح میکنم تو تایید میکنی؟ یا عب نداره سکت رو بشین اینجا بشین. میره صحبتش خصوصی با محمد میکنه. محمد میکنه چه خراب شد قضیه، یادم داره بیرون. به افرادش میگه یه طفلی بچه رفیق ما دیوانه شده، فکر کنم برای ما هم ضرر داشته باشه. برای هممون کسی هست بره اینم ترتیب شه بده. پا میشن میرن از پشت سر داره میره تق میکشن شروع میندازن جسد. از این کارا زمان حضرت محمد شده، حضرت محمد. الان هم که اینها که ابا ندارن، که خمینی که حکم فتوی داده بود این کجاسته که پرفن، بعدم که بقیه عامل. حالا بگذاریم که این خامنه ای چون آخوند و شیخ، اصلا کارش دروغه، کارشون نیرنگه، کارشون فریبه. برای که فریب بدن همه کار میکنن. این وقتی رئیس جمهور شد خودشون موقع گفت ما سلمان رشدی بخشیدیم، خمینی گفت غلط کردید بخشیدید، برم خط پاپ. چون رئیس جمهور بود میخواست معادلات جهانی بازی بکنه اینا، همین خمینی. بعد گفت ما سرشو میبریم که حالا بیا اینا داشته باشید اینجا. وقتی که اینجا اینا رو دارید، بعد این که اسمال ترور توی میتاتا محمده. اما جریان سلمان رشدی، ببینید سلمان رشدی اسمش هست آقای احمد سلمان رشدی. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.